साइंस में व्यवस्था क्या हम कंप्यूटर साइंस का एक आयो हम कर रहे थे और कंप्यूटर साइंस का एक आयो कंप्यूटर साइंस में हमें बहुत दिए अलग हम जस्ट अब ये मस्ता जा जामिने एक पार ये नहीं होता है शाला जामिने की नहीं पार तो तो जामिने का आयो साइंस और क्या हम पेशेंट आए क्या अल्जाइमर था ना क्या मस्ता वही ऐसे मात्र तो मिश अरे मॉडल इमेजिंग है ये ऐसे मात्र तो मिश हम मॉडल इमेजिंग को इसके बाद ऐसे एक आ एक उसके बाद प्रैक्टिकल के जमीन के ऊपर चीजें क्या हमें तो खास तौर पर तो ना डिजिटल हेल्थ के तो कुछ नहीं है बाद एक चल के डिजिटल हेल्थ के बाद ऐसे ना बाद आना कि चे कंसील के जो मुझे बारे इस्तेफादा از در واقع میشه مسئولین روی دیتا و بعد اپلیکیشن هاش برای سنجش توانمندی شناختی مانیتور کردن توانمندی شناختی چون سنجش چیز این شما یه بار بسنجی مانیتور کردن اینه که دائما بتونی دوری چیز رو بسنجی و بعد بر اساس اون مانیتور کردن بتونی حالا به فرد فیدبک بدی خب هر داشت هم سوال داشتین بتونم بتونیم بپرسید چون من جواب بدم انتظارم آخرش خب دیجیتال هلث کیر یا اصلا دیجیتال بای مارکر چی؟ خودمانی دوستان موبایل گوشمند دارم مثلا نکنم موبایل گوشمند دارم خب احتمالا همتون سامسونگ هلث رو یا اپل هلث رو یکی شاید اول دیدیم یا اگه گوشی هایی دیگه داریم اونا هم معمولاً یه حک هلث خب این ها چکا می کنن؟ این ها در واقع به صورت پسیف مسیف دیتا جمع می کنن یعنی به صورت اوتوماتی یه مقدار خیلی خیلی زیادی داده از شما جمع می کنن داده ها چیه؟ مثلا فرض کنم تقریبا داده ها تیپی کنن بین این پلتفرم های مختلف اکتیویتی هست چون چقدر ما میرید چقدر میدوید نمیدونم چقدر وایسادین چقدر نشستین بعضاً بعضی دیتا خودتون باید وارد کنید اگه مثلا دایتتون رو باید وارد کنید چقدر کالری روز خوردین بعد اسلیپ پترنتون مثلا اگه وربرزی مثل اون باشه این باش دستتون باشه میتونه پترن اسلیپتون رو دیتیل کنه چقدر خواب عمیق داشتین خواب غیر عمیق داشتین اینجوری بهتون بده کی خوابیدین کی بیدار شدین و بعد یه چیزی که توی خوابتون کانسیستنسی پترن اسلیپ صدا من میاد چیز نمیشه اذیت نمیکنه اکنون خب کانسیستنسی پترن اسلیپ یعنی مثلا شما هر شب ساعت 8 میرید رخت خواب از اون 8 صبح بلند میشید یا آلترنتیو بودید مثلا یه بار 10 میرید یه بار 1 نصف شب میرید یه بار مثلا 8 شب بخوابید این کانسیستنسی پترن اسلیپ که این کانسیستنسی یکی از پردیکتورهای بیماری شناختی یا افسردگی یا آلزایمر و غیره یا افزایش استرس دیگه چی رو فکر کنه مثلا استرس و هارت ریت رو میتونید وارد کنید چقدر کافئین خوردین امروز کی آب خوردین اینا رو هم میتونید وارد کنید مشابهش اپل هلث خب اینا هم به شما مسیر دیتا میده و حالا این مثالی که من زدم همشون پسیبه یعنی شما کار خاصی نمیکنید فقط موبایل تو جیبتونه یا ساعت دستتونه و این دیتا از شما جمع میشه اینا رو بهش فوتپرینت هم بگم دیجیتال فوتپرینت خب یه قسمتی از یه زیرمجموعه دیجیتال فوتپرینت هست زیرمجموعه دیگه چیه مثلا شما اینتراکشنی که با موبایل دارین همین تاچ میکنید چه اپلیکیشن ها رو چقدر توش زمان مصرف میکنید تایپ که میکنید مثلا با چه سرعتی تایپ میکنید چقدر عدد املایی دارید همه اینا میتونه جمع بده بشه و اینا هم جزء دیجیتال فوتپرینت شده خب حالا گفتم اینا اکتیو نبود، اینا پسیو به صورت اکتیو هم ما میتونیم یه سری میجر داشته باشیم به صورت اکتیو میتونیم چه میجر داشته باشیم میتونیم یه سری تست طراحی کنیم که مثلا فرض کنم میخوام سرعت بازش اطلاعات شما بسنجم میتونم یه تست طراحی کنم که الان جلوتر نشون میدم انجام کردیم که بگم توی یه تایم خاصی از روز شما یه تست رو من بگیرید در کنار این پسیو دیجیتال فوتپرینت که از شما دارم به صورت اکتیو هم یه سری چیزا رو حالا به صورت آگاهانه از شما جمع‌آوری کردم پس اینا رو بذاریم کنار هم ما یه چیزی پیدا میکنیم به اسم دیجیتال فوتپرینت همون همین شکلیه که دیتاهای شما از انواع مختلف از سورس های مختلف حالا اینجا یه سریاشو مثلا نوشته اینتراکشن شما با
موبایلتون، میلتون، نمیدونم حتی حالا کسایی که با سیری رو میدونم اوکی بوگه رو کارتون و چیزایی دیگه کار میکنن، اینا پترن رو در واقع صحبتشون هم ذخیره میشن. اون هم خودش یک فوتپرینت خیلی اینفورماتیو. یکی از چیزایی که توی اختلالات شناختی دچار در واقع افت میشه نسبت به قبل، یکیش همین فلوئنسیه، یعنی چقدر فرد روان رو صحبت میکنه حالا با اسکیل خودش. این فلوئنسی هم یکی از چیزایی که در واقع اختلال توی اون میتونه یه اختلال شناختی محسوب بشه. و شما اگه فرض کنید مثلا هر روز دارید با الکساتون، با نمیدونم با گوشیتون، با هرچی یه ورژن فارسیش هم دارید میاد، اگه دارید صحبت میکنید، این یه هیستوری داره از اینکه شما سرعت صحبت کردن چجوری، چقدر ممکنه مثلا وسطش پاتوق بزنید، پاتوق میگن توپوق بزنید دیگه به همون خورده نگید. و این اینا همه فلوئنسیه، پاتوق و توپوق هم بزنید. پس پترن فلوئنسی اسپیشتون هم در واقع یکیش میشه. اینا همه پسیم بود، یه مثال اکتیم هم بزنم جلو در بسیم. اینا همه چون به صورت دیجیتال سیف میشه، یه اپورشنیتی خیلی جدید به همون دیگه. ما میتونیم آن دیلی بیسیز و بعضا شاید ارولی بیسیز، یعنی ساعت به ساعت شما رو اکتیویتی رو ترک کنیم، اکتیویتی مربوط بچیم به کلتگیرتون و بعد از این بتونیم اینفورمیشن مرتبط با سلامت شما، حالا من اینجا به صورت ویژه من رو سلامت شما میخوام صحبت کنم، اکستراکشن استخراج کنم. پس این اپورتونیتی دیجیتال فوتپرینت دیتا زیاد داده و این دیتا زیاد با روش های جدید دیپ لرنینگ که عملا شما دیتا رو در واقع میدید به مدل و حالا یه سری لیبل داریم مثلا سوپروایز یا سوپروایز، یه سری در واقع آوتکام میدیم. پس این دوتا ما هم دیگه لینک خوب شدن، یعنی امرجنس چیزایی مثل دیپ لرنینگ و دیجیتال فوتپرینت، که دیجیتال فوتپرینت ها به شما اجازه جمع‌آوری دیتا به صورت مسیر میده و ترک کردن هم را، از اون طرف هم دیپ لرنینگ به شما اجازه میده که پترن‌های معنیدار دیتا رو استخراج کنید. پس این اپورتونیتی خیلی خوبی رو ترکیب این دوتا با همزمان بودنش در اختیار ما قرار داد. ما می‌خوام امروز از این اپورتونیتی استفاده کنیم. تا که من اگر برسیم، من قسمت اولش بیشتر میخوام ایده مطرح کنم چون که و مثال بزنم، چون که دوستان میخوان احتمالا یه سال روی سری چیزا کار کنم، گفتم شاید این کانتکست بهتری باشه تا اینکه اسپسیفیک رو چیزی بخوام تمرکز کنم. یه سری مثال های جالب میزنم، خودم فکر کنم جالبه، برام جالبه از استفاده دیجیتال فوتپرینت ترکیبش با AI توی هلتکیر تو حوزه‌های مختلف اسکر هم را سعی می‌کنم صرف کنم در واقع مثال بزنم. آخرش اگه وقت شد به صورت اسپسیفیک‌تر کاری که خودم می‌کردم تو زمینه آلزایمر دیجیتال بایومارکر و کاگنیتیو اسسمنت توی آلزایمر و ام اس اونا رو هم بهش اشاره کنم. خب گفتیم پس با این دیتایی که جمع میشه میتونیم ما این رو در واقع فیت کنیم توی یه الگوریتم هوشمندی و انواع کاربری‌ها رو میتونیم ازش داشته باشیم. یه تریتمنت میتونه در واقع استفاده بشه به شکل اینکه تریتمنت افیکسی رو میتونه بشه کنه. مثلا شما فرض کنید که یه پیشنتی رفته در واقع بیمارستان یا رفته در واقع پیش یه متخصص، یه سری دارو بهش تجویز کرده. خب متخصص رو الان مثلا ایران رو برمی کنه سال بزنم، چون که الکترونیک هلث ریکورد وجود نداره اون متخصص دیگه نمیزنه این پیشنت بعدش چی شد، یه سری دارو تجویز میکنه اون رفت من متخصص فیدبک میگیره که این دارو اصلا به این پیشنت چه تأثیری گذاشت که بتونه بعدا پرکتیس خودش رو ایمپروف کنه، نه اینکه اون پیشنت در واقع میتونه تأثیری که دارو روش گذاشته به صورت دقیق میجرد کنه. خب ولی این الکترونیک تست ریکورد دیتایی که جمع میشه، دیتایی که از دیجیتال فوتپرینت جمع میشه، این هم به همدیگه میتونه در واقع به صورت تارگته بیاد افیکسی یا کارآمدی اون درمان رو اندازه گیری کنه. مثلا فرض کنید که اگر یه فردی پارکینسون داشت و یه داروی تجویز کرد دکتر براش، می‌خواد ببینه که حالا این موتور پرابلم
خودش تا چقدر حل شده. خب این اکتیویتی تراکر ساده میتونه کار انجام بده. و بعد هیستولین اگر آنلاین ذخیره بشه، خود پزشک متخصص دفعه بعد که پیش میره پیشش میتونه اون هیستولین رو ببینه، ببینه که دارو شاید افکتیو بوده، به جای اینکه همیشه دیسکریپتیو باشه. یه مثال تو تریتمنت، حالا اندوسپرلاین توی ریسرچ که خیلی واضحه، توی ادویکیشن و ترینینگ، کیپینگ ویل هم جور مانیتورینگ و اینا اصلا جورتن مثال میزنم. توی حوزه دیاگنوستیکس و ریفلکشن این دوتا خیلی در واقع همین ترکیب داده های زیاد و الگوریتم هوشمند خیلی حرف برای گفتن دارم. توی ادویکیشن مثلا فرض کنیم که شما میخواید فال پریونشن انجام بدید یا فال دیتکشن، یعنی کسی اگه قرار بیفته پیش بینی کنه بتونید جلوگیری کنید، یا اگر کسی حملات سریع میخواد بهش دست بده بتونید در واقع از اون حملات سریع مثلا نیم ساعت دو ساعت جلوتر خبردار بشین و مراقبت کنید از اون فرد. و این کار انجام شده. حوزه دیاگنوستیکس هم مثلا فرض کنید که میخواید یه بیماری رو دیتکت کنید، مثلا میخواید بیماری آلزایمر رو زودتر دیاگنوز کنید، میتونید اگر از فرد اسنپشات های مختلف لانگیتودینال در طول زندگیش داشته باشین که توانمندی شناختیش مثلا از 40 سالگی به بعد چجوری بوده، هر وقت که یه افت شدیدی ببینید توی اون توانمندی ها که از افت ایجینگ بیشتره، میتونید اونهاش مشکوک بشین به اینکه این فرد ممکنه توانمندیش هم خوشه داره دست میده. خب وقت وزه نیستی جمعکی کم دبید. خب یه سری مثال بزنیم از ترکیب اینها. یه حوزه که خیلی میشه توش فعالانه به طبیعی صحبت کرد حوزه تلمدیسینه. تلمدیسین یعنی که شما یا تلهلس دیر مجموعش تلمدیسین، تلهلس یعنی که شما بین پیشنت و دکتر، حالا میتونه دکتر جی پی باشه، میتونه مخصص باشه، میتونه رادیولوژیست باشه، یا میتونه توی هاسپیتال باشه، هر چی که اسمشو بذاریم، هر چیزی که شما بخواید باشه در رابطه باشه بین پیشنت و حالا اون کلینیک رابطه برقرار میکنم به صورت ویژوال. یه مثال که میخوام بزنم مثال بابیلون میخوام بزنم. خب بابیلون یه شرکت توی یوکی فیلان توی یوکی که کاری که میکنه یه چیزی شبیه دیسیژن تری داره و بین پیشنت و دکتر در واقع یه رابطه برقرار میکنه. چیکار میکنه؟ میاد میگه که اوکی مثلا شما ساین اپ کردین، اطلاعات دموگرافیک و ایناتون رو توی سیستم وارد کردین، امروز ساعت یک و ده گرفته و خب ساعت که ده میگیره احتمالا یک سری سیمتوم هم داده دیگه. میاد میگه که مثلا اسمش حالا الکسی هرچی که شما بهش گفتین، امروز میگه سر درد دارم فرق میکنیم. بعد میگه که مثلا اوکی یه سری سوال ازتون بپرسه، مثلا میگه که سر دردتون مثلا موضعیه یا یعنی اینکه مثلا موزه رو بخواه نیستش کل کلت رو درد میکنه. بعد مثلا اگه بگین که موزه یه خب میگه مثلا سمت چپ یا سمت راست، بعد مثلا بگین سمت چپ میگه خب مثلا دست راست کنم مثلا آیا میتونی راحت کن بدی یا نه، خلاص یه سری سوال میپرسه و آخرش سعی میکنه به یه سری ساجستشن یا ریکامندشن یا یس برسه. خب دایگنوستیس برای شما انجام نده، تریتمنت انجام نده، ولی سعی میکنه همون کاری که شما میگین جی پی میرین در واقع پرایمری که یا همون دکتر عمومی، سعی کنم همون کار رو برای انجام بدم. خب از طریق یه سری سوال نالجش حالا توی یه استادی خیلی جالبی انجام داده بودن، امسال هم پابلش شده بود، اکیورسی در واقع برای ریکامندیشن هایی که میداد نسبت به اکیورسی جی پی ها توی یوکی آن اوریج بالاتر. بعد آخرش کار میکنه فرض کنید که به یه دیاگنوستیسی حالا یه ریکامندیشنی رسید، شما میتونه بس کنه به یه دکتری و اون دکتر یا حالا دارو تجویز کنه بهتون، یا اینکه شما ریفر کنه به سکندری کر، یعنی مثلا نورولوژیست تو شبیه، و این رو هم میتونه از طریق رفت انجام بده. میگه اصلا دوم شبیه اسکاره، خیلی چیز پیچیده ای نداره، اگرچه ساخت اینفراستراکچر و زیر ساختش خیلی زمان بوده. پس این یه مثال از تل مدیسین، یه رابطه ای برقرار کرد بین پیشنت و جی پی و سرعت کار رو کیفیتش رو بود بارد. خب یه قسمت دیگه که زیر مجموعه تلهلس حساب میشه لایف استایل منیجمنت. لایف استایل منیجمنت یه سری مثالی که هم از این کتگوری قرار میگیره.
به صورت ویژه میخوام مثلا این نیکستی تو براتون مثال بزنم کلا ویدیوشو میزنم ولی لایف استایل منیجمنت اگر که ما هلسی لایف استایل میخوام داشته باشیم مربوطی به دیزیز نباشه به زبون سادش اینه که مثلا شما یه سری پریفرنس داریم و اینا رو به اون حالا الگوریتم هوشمندی که میخوایم میگیم و بعد این سعی میکنه ریمایندتون کنه و شما رو کمک کنه که اون لایف استایل رو پیاده سازی کنه. با ترک کردن میتونه این کار بکنه، با ترک کردن اکتیویتیتون با ریمایندر میتونه این کار بکنه. این مثال که میزنم مثال بکنم از بقیه کامنت جاره تر باشم ویدیو شو براتون میزنم این حالت در بیارم به تو دوست نفسی و
بر اساس اینا یه سری کامیونیتی ها رو ریکامند میکنه، داکیومنتاتون رو، داکیومنت های مرتبط با بیماری رو در واقع ترک میکنه، بهتون ریکامندیشن میده و ایمنت ها و غیره خیلی. پس یه سوشال نتورکه برای کسایی که دایگنوستیک کانسر داشتن. خب مثال های زیاد وجود داره بگیم، حالا مثال رو نمیزنم، فقط کوچولو مثال کاتگوری ها رو اینجا میگم. AI chatbot هایی که به شما دوباره medical advice ممکنه بدن، حالا medical advice هایی ساده تر، personal genetics، یعنی تست جنتیک بدیم و بعد مثلا ایستوری خاصی به شما بده. wearable device ها هستن که من مثالشون رو زدم. یه wearable device که اینجا جالبه اسمش کیویه، kiwi.ai. برای کسایی که میخوان سیگار رو ترک کنن، در واقع میاد ترک میکنه که مثلا چه موقعی سیگار میکشن، بعد هر سعی میکنه فاصله بین دوتا سیگار رو یه سری جایزه بهشون بده تا این فاصله مکسیماز بشه، تا کم کم بتونن ترک کنن. مثلا بهشون گیفت آمازون میده و بعد از یه سری سازشی میده که بتونه کمک کنه به ترکش. دیگه اسکین خیلی رایجه، چون خیلی هم راحته. اکثر الگوریتم دیپ لرنینگ هم بر اساس ایمیج ریکاگنیشن کار میکنن. شما میتونید با موبایلتون یه عکس بگیرین از حالا اسکین و بعد بدین مثلا یه الگوریتم دیپ لرنینگ بهتون یا ریکامندیشن بده مثلا این اسکین رو چیکار کنید که مثلا شکلون بهتر شه، یا اگه بیماری ممکن توش باشه دیتک کنه مثلا کانسر اسکین هم داشته باشه کسی. و اسکین چون ایمیج پروسسینگ یه خلاصه چیز رایجی خیلی راحت تر میشه بهش کار. منتال هلث این اگرسیوی ما آخر مفصل در موردش صحبت میکنم. مدیکال ریکوردز مثلا EHR که مثال زدم، الکترونیک هلث ریکورد. مدیکال ایمیجینگ هم دوباره چون از جنس ایمیجه، از چیزهایی هستش که خیلی خوب میشه روش کار کرد. دیتا ست های زیادی هم موجودی موجودان دارن، مثلا دیتا ست ادمی و رانسه. این هم یه مثال از مدیکال ایمیجینگ. حالا خود کانسر هم یکیشه. مدیکال ایمیجینگ جنرالی اگر اسم خبر نگیش کنم چیز کنیم، معمولا میشه شما یه آناتومی از مغزتون داشته باشید، یه استراکچر مثلا بگیریم و بعد اگه اتروفی داره، یعنی جایش دچار چیز شده، دچار شرینکیج شده، این رو به شما بگیم. مثلا کسایی که آلزایمر میگیرن اون قسمت هیپوکامپس دچار در واقع اتروفی میشه، یعنی نورونش از بین میره، کوچیک میشه. و حالا میشه اینا رو در واقع داد به یه الگوریتم هوشمندی پیدا کنه که کدوم قسمت مغز ممکن نسبت به حالت نورمال تو این سن خاص، تو این دموگرافیک خاص، والیومش کاهش پیدا کرده باشه. و این رو میتونه به عنوان یه ریسکی فایده کنه. و این اگر سرچ کنید کمپانی های زیادی نسبتا زیادی روش در واقع مغز کار کنن، ریسرچ خوبی هم داره روش انجام میشه. مثال های دیگه شده غیر برینش، هم اسکینی هم مثالشه. مثال رتین هستش، یعنی از چشم عکس بگیرم. و مثال دیگرش مثلا حتی فیس هستش، یعنی از فیس عکس میگیرم. بعضی رتین جنتیک دیزوردر رو شما میتونید بر اساس کانفیگوریشن فیس در واقع دیتک کنید. یه استادی همین امسال مثلا پارسال پابلش شده بود. نشه ببخشید کلا نمیدونم مثلا چی میگم، حقوقی و قانونی تا کجا میتونن بشن که مثلا شما یه درمانی را بدی یا مثلا دارو بدی یا هیچ چیز؟ بس اگه رگولیشن کشوری که توش هم اپریت میکنن داره. توی آمریکا FDA میخواد و باز بستگی به درمان ریکامندیشن هایی که میده، اگر حتی مدیکال باشه لازمه که یا FDA کلیرنس بگیره، یعنی بگیم من شبیه یکی از این چیزهای دیگه که قبلا FDA اپروال گرفتم و چون شبیه اونا من فعلا کلیر کنم که برم و ریسک هم پایین. بعد این کلیرش میکنه الان همین پروسه داره، باید سابستنشل ایویدنس دار بودم و بعد اگه کلیر شد میتونه وارد دروازه بازار بشه، افرادش استفاده کنن. از نامی هست که ازش کشید شکر نکنه میتونه کار شده. این میگم از
کیفیت. اگر یه چیز خیلی جدیدی باشه باید FDA اپروال بگیره. خب پروسش طول می‌کشه. معمولا برای مدیکال دیوایسایی که حالت دیاگنوستیک دارن یا وریبلایی که بیرون بدن نان اینویسیو هم غیر تهاجمی هم پروسه تک کردن رگولیشن ساده‌تره. این حالا آمریکا. برای غیر آمریکا باز کشورهای مختلف رگولیشن خودشون دارن. UK مثلا یا حالا اروپا به صورت VJC مارکینگ باید بکنید. باز دوباره سابستان شده بیده است میخواد شباهت داره چی داشته کنم. این یک کلیه. اگر که اپ ریکامندیشن مدیکال نده یعنی دیاگنوستیک نده و فقط یه سری حالا ریپورت پسیو داشته باشه ممکنه مستثنا بشه ازش. چی سوال داشتی؟ مثلا پرسم که مثلا برای بعضی از بیماری هایی که حالا مربوط به نوروساینس سیستم هایی هستن که مثلا دیپ لرنینگ باشه امواج مغزی رو بیان بررسی کنه و طی لایف استایل اون فرد چک بشه و از نظر حسی بودن چی رو چک کنن؟ امواج مغزی شو. من این چیز جدیدا ندیدم یعنی تو خونه چک کنن؟ نه فرض کنید که مثلا سیستم هستش افراد سالم یه مدت مثلا این سیستم رو داشتن و افراد مثلا آزاری بودن و این دیتا ستا بهش داده شده سیستم دیپ لرنینگ یاد گرفته و به یه فرد داده میشه و الان استیت اون فرد از نظر اینکه مثلا چه استیتی از آزاری رو پارکینسون یا اصلا قابلیت رو داره که پیشروی کنه به این سمت یا نه رو بهتون بده. می‌خواستم ببینم این مطالعاتی شده یا همچین دیتابیس هایی دارن یا سیستم های دیپ لرنینگ شبیه همین داره انجام میشه بعد از چیزا هم اونجوری انجام شده. این سرچ کنید پیدا می‌کنید. چیزی که اول یه چیزی اولش گفتم در مورد دیجیتال بایومتری چیزایی که دیوایس از این از داره مثلا این چیزی خب حالا البته این چیزی هم داره میره به سمت اینکه ساخته میشه جامعه دیجیتالش این جیه برای مثلا شبیه گهلنده که جلو سر میرن ولی این جیه تیپیکا جمع آوری داداش طول میکشه یعنی شما باید داریم کلینینگ فرزانی رو داده جمع آوری داده معمولا قدر فریکوئنت نمیشه این کارا کرد خب در نتیجه به اینکه کمتری ازش وجود داره در نتیجه در واقع به اون معنی فوتپرینت نیستش اگرچه اگر دیتا بیشتر ازش بشه جمع آوری کرد قطعا میکنه اینو من رد کنم بریم سر هوش مصنوعی و دیجیتال بایومارکر توی فارماسیوتیکس. من بایومارکر رو کوچولو تعریف کنم. کسی میدونه بایومارکر یعنی چی؟ اینکه حالا بایو باشن روزی من مهم نیستش و اوتکامی که میدن مهم یعنی اوتکامش اینه که اگر بتونه تریتمنت فرد رو در واقع افیکسیش رو یا پروگرشن بیماری رو یا فرض کنید که حالت فیزیولوژیک فرد رو اینکه فرد استیبل مسیرش اینا رو اگه بتونه پیش بینی کنه یعنی که ریسک بیماری داره اینا رو اگه بتونه پیش بینی کنه یا دیتکت کنه این رو جنرالی بهش میگن بایو. بای مارکرهایی که به صورت معمول شناخته شدن بای مارکرهایی که حالی از تست خون به دست میان کسی اینجا شیمی پزشکی اینا پیاده مثلا حالا شاید اگه باشنا باشید نورفیلامنت لایت هستش یا بای مارکرهایی که از CSF به دست میان مایان مخایی اینا بای مارکرهای بای مارکرهایی هم که پتانسیل کارگیتیو اسسمنت دارم یا میتونم نورال دمیج رو بعد خوبیزی کنم. جین سیکونسینگ هست با مارکرهای میکروسکوپی هست
قسمت بافت بدن یه سمتی به هم میدارم آموزش میکنم روگیم بایپسی باید مارکر های مدیکال ایمیجینگ هم هستش بردم مثل مثلا برین آناتومی یا برین فانکشن خب اینا این باید مارکری گفتم هست چیزی که ما صحبت میم در موردش دیجیتال باید مارکر اون باید مارکری که مثال زدیم مثلا حالا فرض کنید چه میدونم همون تست خون در نظر بگیم یا تست سی اس اف در نظر بگیم کسی شنیده تا تست سی اس اف قانون رو خواهیم یه تست خیلی پردردسریه که از در واقع مهره‌های این وسط مایع مهره‌ای گرفته میشه و بعد ممکنه حالا ساید افکت هایی هم داشته باشه و طبیعتا تستی نیستش که شما بتونید حتی آن کانستی بیسیس هم این تست رو بدید خب از اون طرف مثلا یه دیجیتال بای مارکر شما میتونید روزانه خودتون رو ترک دقتشون متفاوت خواهد بود ولی کن یه چیزی رو اگر شما بتونید به صورت پشت سر هم ترکش کنید شاید باورت هم آن امریج دقتش به همونده خوبیه در واقع دقت یه بایولوژیکال بای مارکر شاید دقت این شایدش جای صحبت داره اینا سابستیتیوت هم دیگه نیستن اینا قرار نیست دیجیتال بای مارکر رو بیان کاملا جای مثلا بای مارکر های بایولوژی رو بگیرن بلکه بیشتر کامپلیمنتوری خب این یه مثالی از دیجیتال بای مارکر هست مقایسه روش های تردیشنال این برای سمت چپ اون برای روش های جدید برای توی سایکیاتری و متالیزم موتور رو مثلا یه چیزی دارم موتور فانکشن یعنی تاوانندی حرکتی مثلا پیشنت هایی که ایمس دارن یا تاوانندی حرکتیشون ممکنه شد داشته یه سری فانکشن دارن که نورمالیزیشن نواد داشتن به سمت مثلا EDSS یکیشه Extended Disability Scale که مثلا میگه که نمیدونم اینجوری راه برو یا مثلا که دماغ رو اینجوری می‌کنه این کارو اینجوری پزشک بهتره و بعد در اساس اینکه فرد چجوری اینا رو اجرا میکنه یه اسکوری در واقع بهشون نسبت میده شما پزشکی یکی دیگرش اسمیشه یعنی شما با فرد صحبت میکنید سعی میکنید ببینید که آیا اختلالی توی تمامندیه صحبتی گفتاریش به وجود اومده یا ولی چون هیستوریشو نمیدونی باز نمیتونی خوب کار ولی الان با وایس فاکتوری کمپنری کار میشه و عملا هیستوری که از وایس فرد موجوده در اثر تعاملی که با این سیستم هوشمند داشته این کار میتونه به صورت اتوماتیک انجام بشه یکی دیگه موده که باز دوباره میشه حالا از طریق یه سری وریبل ها اینو دیتکت کرد یا از طریق را اسکین کانتکت انسان بعضیش میشه فالته به چی فکر میکنه اینا که خب از سوشال مدیا راحت میشه دیتکت کرد مفهوم سوشال نتورک کاگنیشن که باز یه سری مثالاش رو زنیم مثلا اسپید رو میکنم میشه پروسسینگ از شکل مدیر فرد یا اسپیشل نویگیشن این رو بعضی هاشون میشه به صورت پسیم دیتک کرد مثلا فرد یه آدرس رو زده توی نقشه میخواد به اون آدرس برسه ما اگه ترک کنیم بگیم که خوب میتونه مثلا فالو کنیم از این آدرس به اون آدرس برسه این اسپیشل نویگیشنش احتمالا اوکی ولی اگر آدرس رو زده مثلا یه جایی دیگه اشتباهی داره میره اینا رو ترک کردنش میتونه مفید بشه اتنشن و مموری هم معمولا سنجشش به صورت خاصی مشکله و باید تستای در واقع مموری اتنشن یا تست اسپید همون اکتیو باشه که حالا آنجا به در مثالشون برد نشده یعنی پسیف میجرمنت هایی که بتونه خوب به ما بگه که مثلا مموری فقط چه استیتیه یه خورده مشکل بحث فاتش یه چیزی که مشکله اینه که خب کلن این اینترویوی که دارن موقعی که حالا سایکولوژیست یا سایکولوژیست میشینه میتونی یه پالیسی داشته باشه از همه اتفاقاتی که افتاده و خصوصا پرسونالیتی رو درگرفته ولی چیزی که تو دیجیتال سایکولوژی حداقل در آینده نزدیک فکر نکنم بهش رسید که بشه این همه یه چیزی رو من بگم لیکن هدف کلا این مومنت دیجیتال تو حالت ایدئالش حداقل فعلا این نیست که بیاد جایگزین پزشک بشه یا جایگزینی که میشه خب
بلکه هدفش کامپلیمنتری، کاملا کامپلیمنتری. یعنی شما هم سایکیاتریست رو نظر بدید که یکی اومده باهاش صحبت میکنه، باید دونه دونه اینتروگیتش کنه به تعبیر ما، یعنی استنتاجش کنه که بتونه هیستوریش در بیاره، پرسونالیتی فرد رو در بیاره، بتونه که گذشتهش چی بوده، چرا این اتفاق براش افتاده. اگه این فرد مثلا یه سوشال نتورکی داشته باشه و اطلاعاتش اویلیبل باشه، حالا مثال ساده بزنم، این سایکیاتریست میره رو فیسبوک این نظرات آخرش رو نگاه میکنه، استوری مثلا 5 سال گذشتهش رو میدونه که چه اتفاقات مهمی یا مهمی توی لایفش افتاده. یعنی چی میگم؟ این کمک میکنه. خب حالا خب این خیلی مسخره است که یکی بره رو فیسبوک یکی دیگه بدونه نظرات آخرش رو بخونه بتونه، کسی این کارو نمیکنه. خب و حالش چیه؟ حالش دوباره پوش مصنوعی، یعنی میاد میگه که این سوشال نتورک این فرده خب با الگوریتم خیلی خوب تکست ماینینگ میشه اینا رو در واقع تک کرد. مثلا اینقدر ایونت منفی تو زندگیش داشته که مثلا اتریبیوتاش چیا بودن، مثلا تصادف بوده یکیش، یکیش نمیدونم مثلا فوت یکی بوده، اینا تاثیر خیلی منفی رو روی اش داشته، اینا ایونت های مثبتش بوده توی زندگیش، مثلا درصد اینا رو میتونه حساب کنه چقدر ایونت مثبت داشته چقدر ایونت منفی است. بعد وقت میشه رابطه اینها رو با مثلا تایپ پرفورمنسش یا اکتیویتیش یا چیزهای دیگه دقیق‌تر نگاه کرد، چون تایم اسکیلش هم مشخص می‌دی این روز این اتفاق افتاده. بعد شما یه سال بعد رفتی پیش دکتر دیگه یاد می‌گیری که اینو که بوده اتفاق افتاده. پس این می‌تونه این اطلاع وقتی که پلاستر بشه، تگ بشه، به صورت پک می‌تونه خود سایکیاتریست رو کمک کنه که ریکامندیشن دقیق‌تری بفرسته. خب شیش و این در بس فکر کنم که به اون قسمت آخرش نرسیم. هر وقت محافظم اومد من استاپ میکنم. یه دونه ویدیو دیگه میخوام بذارم براتون، یه توضیحات بدم. اون ویدیو قبلی قابل استفاده بود، یعنی که چون انگلیسی بود خوب نبود توی ایران. اوکی بود در بگم. این یه استادیه توی جان کسی بود؟ خود هم انگلیسی هم درست بشه، چند سال دیگه شد. منظور بود که اون که به درد نمیخوره چی؟ این رینو سی ان اس یه استادی اینترنشنال هسته اصلیش توی یوکیه. حال چکار کنه؟ میخواد که چند تا بیماری، یکی ام اس، یکی دیپرشن، یکی دیگه شده اپیلپسیه. خب این ستا رو میان از طریق یه سری variable study اینا 2016 اگه شما نکنم شروع کرده، الان یه سری دیتا جمع شده، هنوز تا جایی که من کردم پابلیکیشن روش نداشتم، ولی اطلاعات خوبی اول بردم بوده دیزاین و استادی و پرسیده جا بود. اصلا این از یه سری variable و یه سری questionnaire و یه سری follow-up اومدن یه سری در واقع بیمار رو که توی این ست بیماری قرار میگرفتن اکتیویتیشون رو کامل چک کردن. باید هم نتیجه ندارم، من فقط این را اجزا میکنم ببینید که با حالا لندسکیپ این خروجی آشنا بشید. سیمتمای بیماری دقیق کرد، اینو بهش میگن ریلپس. حالا هدف اینه که به صورت ریموت، یعنی بدون مراجعه به پزشک، بتونه اینها رو اسس کنه و حالا علتاشو احتمالاً کشف کنه یا ببینه که به صورت پرسونالایز تو افراد مختلف آیا تریتمنت های مختلف جواب متفاوتی دارن یا نه. مثلا این تریتمنت یا این دارو روی این افرادی که این ویژگی ها رو داشتن یا این لایف استایل رو داشتن بهتر جواب داد تا فلان افراد. Data from a mobile phone, wristband, wearable devices.
patient groups, because this is the kind of challenge which only a confluence of experts can solve. We're doing it in a public-private setting, so everything that we do is going to be widely available for the public, and it will basically set the stage for future advances in this field. I think the first challenge is to demonstrate that we have got meaningful signals from the data that we're collecting, so that it does actually relate to functioning, to mood or seizures or the clinical states that patients have. Second question then is designing the presentation of information and data so that it's actionable. It may be easy enough to actually get signals that are correlated with a clinical reading, but that's not good enough. We have to get signals to tell us something we don't already know, something that you can't get from clinical ratings. It might be how somebody's performing in their own environment. It might be a way of predicting when someone's going to recover or when they're going to relapse. That really becomes a game changer. If we can get to the point where we can have the sort of information that tells us what somebody's going to need 3, 5, 7 days from now. We've been taking a range of the devices that we're interested in, and we've been comparing those against what is the gold standard video and EEG for seizure detection within a closer monitoring unit within a hospital. We're looking at that data now, and we're starting to see interesting signals from EDA and activity, which seem to suggest that there is promise in these signals from these consumer type devices for seizure detection. So we have enrolled approximately 100 patients so far, and we have captured quite a lot of seizures. It will be important to find an objective way to tell that a seizure is occurring. So we cannot only rely on subjective reporting on the patient's memory. Up till now, one of the biggest things with these, the stigma of epilepsy, is that people don't know when the next seizure is going to take place. Lots of people don't get warnings at all. Some people find it extremely embarrassing. So this okay. Is the app. حالا بقیه تو یوتیوب سرچ کنید در اون سکیپ کنم. اصلش رو متوجه شدیم چه دیگه یک سوال داریم پرسیم بگیم اینکه بریم رسیم میتونیم بفهمیم که این الان سیجر داره یعنی الان این همه سریع بهش دست بعد میتونید این رو به مال لیبل بدید به بقیه دیتایی که جمع‌آوری شده یعنی یا داره تو اون زمان ازش جمع‌آوری میشه اوکی پس سیجر رو یه داره ببینید دیتکت کرد این رو میده مثلا فرض کنید چه میدونم به مثلا الکتروکاردیوگرام که داره ازش جمع‌آوری میشه یا یه چیز شبیه این یه روزی یه حالت دیگه اینه که یعنی توی حالت ترک کردن سلامت فرد واریانسش مهمه یعنی تغییرش نسبت به قبل این دیگه لیبل نمیخواد یعنی شما اگه یه نفر رو در این مثلا 20 سال ترک میکنیش حالا کم درست 2 سال داری ترک میشه خب بعد میبینی که امسال نسبت به سال قبل توانمندی شناختیش اومده پایین خب این خود فرد ترینینگ دیتا خودشه یعنی گراند روز خودشه خب قبل مقایسه کرد یه تغییر سیگنیفیکنتی توی بیهیویرش یا توی عقلش نمیدید این تغییر سیگنیفیکنت باعث میشه که شما هایلایتش کنید و ریکامند کنید مثلا بره پزشک دیگه بعدش کار پزشک این حالا دوتا مثال بعد به تدریج بعدتا اینا همین مثلا این فرد بعدش که بره میتونه لیبل در واقع که میخواد هم بهش اضافه شه وقتی 2 سال این فرد هیستوریش و دیتایی که ازش هست میتونه یه دیتای لیبل مثلا بگیم که کسی که ریسک
مثلا ابتلا به اپیلپسی تو فلان سن رو داره، خب فرض کنید 100 نفر دیگه همینجوری پیدا بشن، این پترن ها رو احتمالا خواهند داشت از دو سال بعد. یعنی لایف استایل مثلا میتونه کمک کنه به همچین چیزی. معارضه هنوز نه ندارم نه ادامه دیم اگه خسته شدی نه دارم نه اوکی تقریبا اوکی. خب این کاری که پلتفرمی که ما دیولپ کردیم اسمش از Integrated Pipeline Assessment یا ICA با اون Independent Component Analysis و Algorithm. خب یه پلتفرم بر مبنای هوش مصنوعی برای Pipeline Assessment و Pipeline Monitoring و فعلان حالت موزمیل سکلوریسیس نامونه تست شده، توی دیمنشن هم تست شده و برای هلسی ایجینگ هم توی این شما این هم هلسی ایجینگ داره. یا مثلا فرض کنید که ممکن این دیگرهایی کمی که توی کاگنیشنش داشته مثلا به خاطر دیمنشن یا چیزایی که این گرام میشه باش ترک. خب من یکی از تست ها رو به عنوان نمونه براتون نشون بدم. تست خیلی ساده ایه روی حالا این نمونه ها بده بشه. یه تسک رپید ویژوال کتگوریزیشن، خب یه سری تصویر رو فرد نشون میدیم، بعد فرد میگیم که این تصویر ها رو مثلا انیمال ران انیمال کتگوریز کن، سرعت و دقتش برای مهمه. بعد تست هر من پنج دقیقه طول میکشه، چون که تصویر بهش نشون میدیم کاملا مستقل از زمان یا لندوج ایندیپندنت. یعنی شما میتونید همین تست رو تو انگلیس داشته باشید، تو آمریکا داشته باشید، تو آفریقا داشته باشید، تو ایران هم داشته باشید و ما این تست کرد تو ست کالچر مختلف تست کرد. خودش رفت اینجا من نام شده رفت نیست. خب بعد کاری که میکنیم بعد از اینکه تست رو فرد میده ما این سری اسکور از این تست خرج میکنیم بر اساس ریاکشن تایمی که داشته، دقتی که داشته و اینکه حالا این ریاکشن تایم دقتش در طول دادن تست چقدر فلاکچویشن داشته. میتونیم اتنشنش رو مجر کنیم، دقتش رو و سرعت فردش اطلاعاتش رو میتونیم بشه. این سه تا فاکتور IPS مانیتورینگ داشته میده اینفورمیشن پاسینگ اسپید و چون که تست حالا ویژوال کورتز بیشتر موتور ریسپانس دارن یه تسکیه پروگرام چیز که از اینجا دیگه نشون میدن بیشتر نواهی رو انگیج میکنن به صورت اکتیو. تست چالنجینگ یه چالش برانگیزه و برای دیتک کردن ساتر فایل ایمپرمنت ها به صورت بیشه تو مایت هم ایمپرمنت میتونه خیلی خوب باشه. خب لنگویج ایندیپندنت سلف ادمینیسترد، یعنی شما داره مثلا نورولوژیست نیاز نداره برای ادمینیستر کرده، میشه ریموت تخصصش کرد. با ایژوکیشن کانفرم نمیشه. تستایی که الان وجود داره تستای کاغذی مثلا موکا نمیدونم مسی اون که پزشکی خوندی شاید آشنا باشه، مونتریال پایین اسسمنت اسمش موکا مخففش موکا، اینا تستایی که یه سری سوال دارن یک صفحه است. مثلا یه سمت اون لغت بهتون میگه اینا مثلا چند دقیقه دیگه ازتون میپرسه یا مثلا میگه از نمیدونم چند تا عکس بشمری مثلا 10 تا عکس بشمری یا چند تا عدد جمع تفریق کنیم. یه چیز داره حتی به اسم انیمال نیمینگ، عکس سه تا حیونه یه اسم اینا رو بگیم و یه مکعب داره، یه مکعب رو کاغذ اینا رو بکشیم، یکی دیگه اش مثلا یه ساعت، یه ساعت، یه ساعتی بکشیم که مثلا 12 دقیقه نشون بده. اوکی. این تست رو خیلی به سطح سواد افراد وابستن، یعنی افرادی که ادویکیشن داشتن با چیزهای کاغذی کار کردن اینا، اینها معمولا حتی اگه داشته باشن اسکور بالایی میگیرن. خب و کورلیشن این تست با ادویکیشن بالا، ولی کورلیشن این تست با ادویکیشن کم بود در مقایسه با تست چیز. یه فاکتور دیگه برای اینکه شما بتونید به صورت حالا یه چیزی شبیه این رو به عنوان دیجیتال بایومارکر استفاده کنید، یعنی شما بخواید اکتیولی پایین اسسمنت داشته باشین از فرد. این تست کاغذی که مثال زدم مثلا موقع اینو من امروز از شما بگیرم، مثلا فرض کنیم از حالا اسپرش از سی امروز از شما گرفتم مثلا شدی 26، فردا از شما بگیرم چند میشین؟
چون تعلق بده که تست ریورد دیدی. این تستایی که فعلا مورد تست کنم توی دور صورت بیشه لرنینگ افکت وحشتناک دارن شاید هست که بس بساز و این اجازه نمیده که از این تست رسم بشه به عنوان دیجیتال بایومارکر برای کاگنیتیو اسسمنت به صورت فرکانت استفاده کرد. برای این تستش لرنینگ افکت نداره چون تصاویر اونم که عوض میشن هر دفعه اوردرشون رندومه و صد میرسنده بیشتر بهتون نشون نمیده خیلی خوبی که هیچ راهی وجود نداره بتونید حفظ کنید و یا بگید. خب اینا رو دیگه گفتم تصاویر نشون میدیم و اینا مخ میشن به رتین از رتین یا ویژوال کورتکس اون قسمت های پشت مغز ویژوال کورتکس از اونجا میره به هایر لول ویژوال اریا بعد از اونجا ترانسلیت میشه به موتور اکشن که مثلا چه چپ رو بزنم یا راست بزنم و بعد این پترنی که دارم رو می‌بینیم به الگوریتم هوشمند از سابجکت‌های مختلف ما دیتا داریم یعنی از سابجکت‌هایی که ما تا این پرمون دارن دیتا داشتیم از سابجکت‌هایی که آبزایمر دارن دیتا داریم از سابجکت‌های که ایسی دیتا داریم با دموگرافیکس متنوع و پترن همشون هم داره. این الگوریتم حالا هوشمندی که این پشتشه چیزی که چیده هم نیست میاد در واقع این دیتا رو کلاسیفای می‌کنه کلاسیفیکیشن پرابلم چون لیبلشون هم که قبل از قبل این میشه مسئله کلاسیفیکیشنش برای یه دونه سینگل اسسمنت. حالا یه سری ریزالت هم اگه بخوام بهتون بگم حالا این جنرالی برای دیتیل کردن کاگنیتیو امپیرمنت دقتش 93% بوده این ترکیب چند تا بیماری با هم یعنی افرادی که حالا MS داشتن خود MSی هم ممکنه کاگنیتیو داشته باشن ممکنه نداشته باشن یا افرادی که MCI داشتن آلزایمر داشتن یا کاگنیتیو امپیرمنت به خاطر دیگه چیزه این دقتش 93% بوده در مقایسه با دقت حالا مونتاریس دو تا تستی که این به صورت ویژه دیسکریمینیشن هلسیا از مایکاینگ اینترنت مایکاینگ اینترنت یه استیج قبل از آلزایمر افراد که مایکاینگ اینترنت دارن ممکنه بعد از دو سال بودن 60 سالشون تبدیل به آلزایمر بشه تموم شده وقتم پنج دقیقه قبل تموم شده یک منو بیمونه خب پس این حالا یه سری پرفورمنس این کورلیشن خیلی خوب نشون میده با بایومارکرهای این حالا سوم اینترنت بایومارکر عمومیه یه بایومارکر پرامیسینگ برای نورال دمیج آسیب نورونی هم توی MS هم توی آلزایمر استفاده میشه و خب چون حالا یه بایومارکر خونی هم توی ورژن CSFش هم وجود داره این NFM رو با اینکه بایومارکر پرامیسینگیه شما نمیتونید هر روز از فرد بگیرید ولی کم این تست ICA رو میتونید هر روز از فرد بگیرید و یه در واقع اسنپ‌شاتی از اینکه فرمانده شناختش چجوری بوده داشته باشید در طول زمان. این یه استادی ما انجام دادیم من کارتونی کشیدمش ببخشید مخاطب شما نبود یه استادی ما انجام دادیم توی پیشنت هایی که MS داشتن عملا حالا چند تا استادی ما هم دیگه است و هدف این بوده که ما بیایم این پیشنت ها رو یکی توشون اول کاری محسس کنم تو بودیم توی فرسیست جمعه بیایم مثلا کاری که می دارن این قرار زن بعد دومی که این پیشنت ها سر گروه شدن بعدش یه گروه رفتن در واقع برای اسمشون که دیدن بزن کاگنیتیو تراپی یا کاگنیتیو ریهابیلیتیشن یه بازی وی آر درست کردیم اون سه تا بازی وی آر که ویچوال ریالیتی هم واقعی از مجازی که این بازی ها حالا سنسور موتور رو در واقع انگیج میکردن اسپیشال نویگیشن رو و اون یکی هم پرابلم سولوی بعد یه تمرین 8 هفته ای نداشتن روزی هفته ای سه بار میمدن هر جلسه هم تقریبا 70 دقیقه که حالا آخر جلسه دوستان تشکر میکنم کسایی که خیلی کمک کردن و بعد از این 8 هفته حالا می‌بینیم که اینا دو تا چیز یکی فاکتور خونی NFLشون دومین همین تست ICAشون و چند تا تست دیگه هم گرفتن می‌بینیم که اینا چه درگیری کردن این ریهابیلیتیشن که یه جور تریتمنت رو اینا تاثیر داشته یا نه پس هدف چیه؟ هدف اینه که ببینیم این تست دیجیتال میتونه دیزیز اکتیویتی رو مانیتور بکنه
تموم شده؟ سوال دارم. این اون تست موقع رو گفتید مثلا از سی این آی سی ای از چنده؟ آه از سر درست. کسی که مثلا چه رنجی داره واسه مثلا کسی که ام ایس دارن این داستان؟ حالا بیماری با بیماری متفاوته، ولی یه تفاوت عمده ای که تست آی سی ای داره مثلا با تست موقع، تست موقع یه برگی به شما میده. خب مثلا کسایی که استانداردشون کسی که بالای 26 میشه معمولا فرق میده که سی کاتگوریز میشه، زیر 26 اینتر. خب بعد شما این حالا ریتش رو نگاه کنید، مثلا تست موقع رو تو کالچرهای مختلف ترشورد های مختلفش میدن و همین ترشورد رو مثلا اگه یه خود برمان کنی سنسیتیویتی اون دیتکشن رو تو تغییر بکنن، یا مثلا ممکن بیشتر فاز پازیتیو داشته باشه یا ممکن از اونتر بیشتر تو پازیتیو داشته فاز نگتیو داشته باشه. چون کنن مثل یه مسئله یه مادیمشن هم بودن، شما این عدد یه عدد بیشتر نداریم توی یه دیمشن داریم کار کنید، این رو یه بزنیم برای بزنیم و بالاخره یه سرویس کلاس کنیم، چون خیلی چیز جای اکسپلور کردن نداره. اینجا مسئله ما دیگه وان دیمنشنال نیست. اون دیتا پول دیتا که جمع می‌کنیم مثلا تقریبا 100 بودیه. خب؟ پس میاد توی وان دیمنشنال اسپیس، اونجا دیگه ما با یه ترشول کار نداریم. اگرچه برای ساده سازی یه اسکور میدیم، خب؟ ولی کم کلاسیفیکیشن واقعی بر اساس اون یه اسکور نیست. بر اساس پترن دیتا توی وان دیمنشنال اسپیس. یعنی عملا تو هر دیمنشن اینو یه اسکور پس تمام همه توانایی کاگنیتیو رو پس میتونه بسنجه. اون همه حالا اون کاری که میتونه خودش جواب بکنه رو بسنجه. همه توانایی شناختی نه مثلا حافظه رو نمیسنجه. خب حالا ما می‌خواستیم ببینیم که تاثیر این کاگنیتیو اپلیکیشن رو چی بوده. این گروه کاگنیتیو هاپ 61 بود اون اول شدن 67. کوهنزدی یه مژریه که اگر بالای مثلا 5 تا 6 تا هم بالا افکت اکسرسایز بزرگ حساب میشه که خب یه گروه دیگه داشتیم که اینا فیزیکال هیبیتش انجام میدن، یعنی همین اکسرسایز رو چیزه میشابش، اونا هم دوباره همین 8 هفته 3 روز 4 هفته 70 دقیقه هر جلسه. بعد اونا تمام اند شناختیشون یه خود ایمپروف شد، برای کمتر از گروه کاگنیتیو هیبیتش که مکسنس میکنه، چون اینا بیشتر فیزیکشون در واقع تمرکز بود و تمامندگی فیزیکیشون مثل همون دیسس و اینا تا اونها بیشتر اینطور شد تا اون گروهی که کاری به همیتشن گرفت. حالا به کامندشن ما کنم بعد از این بود که اگر بخواهیم یک افکتیو تریتمنت یا یک همیتشن برای مست داشته باشیم و ترکیب این بوده باشه، یعنی کاری به همیتشن و فیزیکال همیتشن. یه گروه کنترل داشتیم که اینا کار بسیم نمیتردن و بعد از در واقع این 8 هفته نسبت به قبلش اسکور ICAشون در واقع دیکریس کرد. بعد حالا همین رو از روی چیز هم NFLشون رو قبل بعد گرفتیم، همون رو فیلمنت لایت NFL برعکس چیزی، یعنی هرچی بیشتر بشه بهتره و اتفاقی که میفته در اینا برعکس توی سابقه که ریهابیلیتیشن داشتن NFLشون کارش پیدا میکنه و توی این گروه NFLشون افزایش پیدا کرده. خب، این هم نمیگم فقط قبلشون چون تمام آورزن هم بکنه تمام شد پنج دقیقه دیگه یا بگی تمام شد تمام شد حتی این تمام شد تمام شد اون داده همه بچه همه آورزه ها در همه تمام میخواستی در بیرست خب، موفق باشیم.